سازمان ها و نهادهای مختلف بین‌المللی تا کنون بارها و با بارها نسبت به وخیم بودن وضعیت انسانی در یمن هشدار دادند این در حالی است که رسانه های مختلف بین‌المللی از تمدید تحریم ها علیه یمن توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد حکایت دارد بدون شک این وضعیت گویای دوگانگی رفتار و موضع سازمان ملل در قبال یمن است همکار علی اکبری گزارش می‌دهد شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطع نامه علیه یمن را به مدت نه ماه دیگر تمدید کرد. بر اساس این گزارش، اعضای شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا ممنوعیت های مسافرتی و مسدود سازی ها که علیه اشخاص و نهادهای خاص در یمن اعمال شده را به مدت نه ماه تمدید کردند. شورای امنیت همچنین معمولیت هیئت کارشناسی که به کمیته اجرای تحریم های یمن کمک می کند را به مدت ده ماه دیگر تمدید کرده است. پیشنویس این قطع نامه را انگلیس و ایرلند ارائه کردند و هانس گرانبرگ نماینده سازمان ملل در امور یمن و دیگر مقام های مرتبط سازمان ملل در امور یمن پیش از رای گیری در نشست غیرعلنی علنی توضیحاتی درباره اوضاع یمن به اعضای شورای امنیت ارائه کردند این تحریم ها در حالی اعمال شدند که کشور فقیر یمن از سال 1394 به این سو هدف حملات هوایی، زمینی و دریایی ائتلافی به رهبری عربستان سعودی قرار گرفته است. ائتلاف سعودی پس از هشت سال تجاوز به یمن و کشتار هزاران نفر و تخریب زیر های این کشور نه تنها به اهداف خود نرسید بلکه به دنبال ضربات موشکی و پهبادی نیروهای مسلح یمن به عمق خاک آنها مجبور به پذیرش آتش بس شد. نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد از جمله سازمان بهداشت جهانی و یونیسف بارها هشدار دادن که بر اثر ادامه حملات متجاوزان به یمن مردم این کشور با قهدی و بروز یک فاجعه انسانی که در قرن گذشته بی سابقه است روبرو هستند علی اکبری اخبار شیعه